به نام خدا، با سلام خدمت دختره عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ مرور فصل هشتم، یعنی فصل برداد و مختصات. گفتیم برداد یک پارخط جهت دار هست. پارخط گفتیم که از دو طرف محدود بود، بین دو نقطه محدود بود. این یک پارخطه. حالا اگه این پارخط جهت داشته باشه بهش میگم بردار. چجوری جهتش رو مشخص میکنیم؟ با گذاشتن یه دونه پیکان نوک این، حالا این پیکان رو میتونیم به این طرف بذاریم، میتونیم به این سمت بذاریم. خب دختره عزیزم، این نقطه رو میگیم نقطه ابتدایی بردار، یعنی شروع بردار ما از این نقطه بوده، و اینجایی که نوک پیکان رو گذاشتیم میگیم نقطه انتهای بردار. برای نمایش دادن یک بردار یا نامگذاری یک بردار به دو طرف میتونیم عمل کنیم. میتونیم با گذاشتن دو تا حرف لاتین بزرگ روی ابتدا و انتهاشون رو نشون بدیم و به این صورت هم نمایش داده میشه. و یا میتونیم روش یه فرض کنیم، مثلا این یکی بردار رو شما در نظر بگیرید، روش یه حرف لاتین کوچیک بذاریم که برای خوندنش هم به این شکل اون رو مینویسیم و میخونیم. بردار آ، بردار آبی. حالا هر برداری که شما در نظر بگیرید سه تا مشخصه باید داشته باشه. یکی راستا، یکی جهت، یکی اندازه. اول در مورد راستا صحبت کنم. یه چند نفرتون انگار توی راستا یکم اشکال داشتید و اونجوری که باید براتون جا نیفتاده بود. بچه راستا ببینید، این خطی رو که من بکشم در نظر بگیرید، این راستای شرقی غربیه یا غربی شرقی، فرق نمی کنه. این یکی خط رو ببینید، این راستای شمال جنوبه، این یکی خط راستای شمال غرب جنوب شرقه، این یکی خط راستای شمال شرق جنوب غرب هست. پس راستا یعنی این دو تا بردار رو میگیم هم راستا اگر در امتداد هم باشن یا موازی هم باشن. حالا بقیه مشخصات رو میگیم، بعد دوباره در مورد هم راستا، هم جهت ها و بقیه مسائل صحبت میکنیم. پس این از بحث راستا. ببینید راستای این شرقی غربیه، راستای این شمال جنوبیه، راستای این شمال غرب جنوب شرقه. حالا هر خط میتونه دو تا جهت داشته باشه. الان این راستای شرقی غربی که هست میتونه دو تا جهت، یا جهتش به سمت شرق باشه یا اینکه جهتش به سمت غرب باشه. پس جهت در واقع به وسیله نوک این پیکان نمایش داده میشه، یا این جهت داره به من میگه من از غرب شروع کردم دارم به سمت شرق، به سمت شرق حرکت کردم، این به من میگه از شرق حرکت کردم به سمت غرب. یا اینکه این راستای شمال جنوب رو در نظر بگیرید، میتونه جهتش به سمت شمال باشه یا میتونه جهتش به سمت جنوب باشه. این داره به من میگه که از جنوب شروع کردم رفتم به سمت شمال، این برعکس از شمال اومدم به سمت جنوب. این یکی خط، خطی که شمال غرب جنوب شرق هست، باز میتونه دو تا جهت داشته باشه. یه جهتش نوک پیکانش به سمت شمال غرب باشه که به من میگه از سمت جنوب شرق حرکت کردیم رفتیم به سمت شمال غرب، یا برعکسش نه، میتونه به سمت جنوب شرق باشه. این دیگه از سمت شمال غرب اومدیم به سمت جنوب شرق، یعنی جهت حرکت رو داره به ما نشون میده. درسته؟ پس این هم از مفهوم جهت. اندازه هم که دیگه توش مشکلی ندارید، کافیه شما خطکش رو بذارید روی نقطه ابتدایی تا نقطه انتهای یک بردار، اون رو اندازه بگیرید. اندازه هرچی شد میشه اندازه این بردار. حالا دو تا بردار رو بچه‌ها میگیم هم راستا هستن اگه این دو تا بردار موازی یا در امتداد همدیگه باشن. مثلا این بردار آ بی رو شما در نظر بگیرید و این یکی بردار، بردار مثلا سی دی، این دو تا بردار دارید میبینید هم راستا با هم هستن. چرا؟ چون موازی با هم هستن. حتی بردار آبی با بردار مثلا ای اف، حتی با بردار ام ان هم همراستا هست. چرا؟ چون ببینید در امتداد همدیگه هستن، همشون توی یک خط صاف هستن.
جهتشون فرق میکنه، ولی ما الان در مورد جهت صحبت نمیکنیم، ما الان در مورد راستا داریم صحبت میکنیم. پس دو تا بردار رو میگیم هم راستا هستن اگر مثل این دو تا موازی هم باشن، یا اینکه در امتداد هم دیگه باشن. اما دو تا بردار رو میگیم هم جهت هستن اگه جهتاشون به یک سمت، یعنی دو که فلششون، دو که پیکانشون به یک سمت باشه. یعنی بردار مثلا آبی فرض کنید با بردار EF، این دوتا بردار همجهت هستن. دوتا بردار که بخوان همجهت باشن قاعدتا باید راستاشون هم یکی باشه. شما نمیتونید بگید این بردار آبی مثلا با بردار EF هم راستان، نه این اصلا جهتاشون با هم از میخوام اول باید همراستا باشن. اینا اصلا همراستا نیستن که ما بخوایم بگیم جهتاشون به یک سمت هست. این داره به سمت شرق میره، این داره به سمت شمال شرق میره. پس همجهت دو تا برداری هستن که راستاهاشون مثل هم باشه، حالا جهتاشون رو که پیکانشون هم به یک سمت باشه. میتونه اندازه هاشون متفاوت باشه، میتونه اندازه هاشون یکی باشه. اندازه هم که دو تا بردار رو میگیم هم اندازه، اگر مثل اینها یه خطکش من بذارم ابتدا انتهای این مثلا 10 سانتی متر، ابتدا انتهای این رو هم اندازه بگیرم 10 سانتی متر، این دو تا میشن هم هم اندازه. حالا مهم نیست که، حتی ممکنه به این ترتیب مثلا این عدد یه خطکش بذارم 15 سانتی متر، اینجا یه خطکش بذارم اونم 15 سانتی متر باشه. این دوتا هم هم اندازه هستن. برای هم اندازه بودن نیازی نیست حتما هم راستا باشن، حتما هم جهت باشن. نه، خطکش میذاریم ابتدا انتهاشون اندازه میگیریم. اگر دوتا اندازه با 1 سانت بود میگیم این دوتا بردار هم اندازه هستن. خب این از تعریف بردارها. در مورد دوتا بردار مساوی و دوتا بردار قرینه میخواییم صحبت رو کنیم. بچه ها دوتا بردار رو میگیم مساوی هستن، پس دو بردار مساوی هستن اگر 3 تا شرط رو داشته باشن: همراستا باشن، همجهت باشن و هم انداز. راستا شد عین هم باشه، جهتشون عین هم باشه، اندازه شونم عین هم باشه. به این دوتا بردار میگیم دوتا بردار مساوی. پس دوتا بردار مساوی این 3 تا شرط رو باید داشته باشن. مثلا این دوتا بردار، بردار A B با بردار مثلا C D، دوتا بردار میبینید راستاشون یکی هست چون موازی با هم هستن، جهت هر دوتاشون به سمت شرق هست، و از طرفی اگه خطکش بذاریم اینو اندازه بگیریم مثلا میشه 15 سانت، این رو هم اندازه بگیریم میشه همون 15 سانت. پس اندازه هاشون هم یکی هست. دوتا بردار بچه ها اینا دیگه خیلی چیزی برای گفتن ندارن، اینا بیشتر توی جا خالی ها و توی حالا درست غلطی ها میاد که مثلا دوتا بردار رو میگیم جا خالی اگر هم اندازه هم راستا هم جهت باشن. شما توی اون جا خالی می نویسید دوتا بردار رو میگیم مساوی هستن، چون واقعا مفاهیم اینقدر ساده هستن که خیلی مسئله روشو نمیشه طرح کرد. حالا دوتا بردار رو بچه ها میگیم قرینه اگر همراستا باشن، هم اندازه باشن، اما جهتاشون خلاف جهت همدیگر باشن. پس دو تا بردار رو میگیم قرینه هستن، راستاهاشون یکی باشه، اندازه هاشون هم یکی باشه، اما جهتاشون خلاف هم باشه. مثل این دوتا فرض کنید بردار A B با بردار سی دی، دو تا بردار همراستا هستن. چرا؟ چون موازی هستن. پس همراستا هستن، خطکش بذارم اندازه بگیرم این مثلا 20 سانتی متر، اینم 20 سانتی متر، پس هم اندازه هم هستن. اما بردار آبی از غرب حرکت کرده رفته به سمت شرق، بردار سی دی از شرق حرکت کرده رفته به سمت غرب، یعنی جهتاشون مخالف هم دیگه است. پس این دوتا بردار رو میگن بردارهای قرینه. پس این هم از تعریف دوتا بردار قرینه. دیگه اینجا خیلی چیزی برای گفتن ما نداریم. بریم سراغ بحث مختصات. بچه ها
و میدونید که این بس فصل کلن این فصل فصل خیلی خیلی ساده هست. خوششانسی ما این بود که این سفصل که خوردیم به این ایام قرنطینه و تعطیلی مدارس سفصل نسبتا ساده هست. حالا فصل هفت یه ذره کار میبره ولی فصل هشتم که فصل های خیلی خیلی راحتی هستن، بدون این کلاس های آفلاین و نمیدونم بدون این رفع اشکال ها اینا شما خودتون کتاب رو هم میخوندید به راحتی متوجه شد میشدید. خب بحث بعدیمون از بحث مختصات هست. اول دستگاه مختصات رو معرفی کنیم. دو تا محور عمود بر هم دیگه میگیم دستگاه مختصات برای ما میسازن. به این محور افقی میگیم محور طول ها یا محور ایکس ها، به این محور عمودی میگیم محور عرض ها یا محور وای ها. وای این نقطه تلاقی دوتاشون رو میگیم مبدأ مختصات. روی محور طول ها به سمت مثبت که به سمت راست بریم عددهای مثبت هست، یعنی اینجا مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3 و به همین ترتیب. به سمت چپ که بریم عددهای منفی هست، منفی 1، منفی 2، منفی 3 و به همین ترتیب. روی محور عرض ها به سمت بالا که بریم مثبت ها هستن، یعنی اینجا مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3 و به سمت پایین که بیای منفی ها هستن، منفی 1، منفی 2، منفی 3 و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. این از دستگاه مختصات. اما دستگاه مختصات بچه ها داره به ما میگه که هر نقطه که شما روی این صفحه داشته باشید دارای یک مختصات هست، یعنی دارای یک طول و یه دونه عرض هست. مثلا فرض کنید من اینجا یه نقطه در نظر میگیرم، نقطه آ، میخوام ببینم مختصات این نقطه آ چقدر هست. برای اینکه این مختصات رو پیدا کنم بچه ها از نقطه آ عمود میکنم به محور طول ها. روی هر نقطه محور طول ها رو قطع کرد میشه طول نقطه آ، و برای عرضش رو پیدا کنم عمود میکنم به محور عرض ها. هر نقطه که محور عرض ها رو قطع کرد میشه عرض این نقطه. مختصات نقطه رو هم بچه ها به این شکل نشون میدادیم، این بالا طول رو می نوشتیم، این پایین عرض نقطه رو می نوشتیم. خب طول نقطه الان شد 2، عرض این نقطه شد 3. پس مختصات نقطه آ شد طولش 2، عرضش 3. هر نقطه دیگه هم که شما داشته باشید به همین ترتیب من میتونم مختصاتش رو پیدا کنم. فرض کنید مثلا اینجا یه نقطه من دارم، راست موازی با محور وای ها حرکت میکنم تا محور طول هام رو توی نقطه قطع کنه. پس تو اگه نقطه رو مثلا با بی نمایش بدیم، طول این نقطه برابر هست با محور طول ها رو تو منفی 1 قطع کرده، عرضش رو من عمود میکنم به محور عرض ها توی منفی 2، پس عرضش هم میشه منفی 2. خب دخترای عزیزم، نکته بعدی اینه که دستگاه مختصات صفحه رو به 4 ناحیه تقسیم میکنه. به صورت پادساعتگرد میچرخه. این ربع بهش میگن ربع یا ناحیه اول، این قسمت رو میگن ربع یا ناحیه دوم، اینجا رو میگن ربع یا ناحیه سوم و این قسمت رو میگن ربع یا ناحیه چهارم. اینا همه رو من جزوه گفتم، PDFش رو بهتون دادم توی جلسات آفلاینی هم که درس میدادیم، اینا همه رو گفتیم، حالا فقط داریم مرور میکنیم. برای همین دیگه همه نکات رو من براتون نمینویسم، فقط میگم و رد میشید. خب توی ناحیه اول بچه ها هر نقطه که شما مثل این آ در نظر بگیرید هم طول و هم عرضش مثبت هستن. توی نقطه توی ناحیه دوم هر نقطه ای که در نظر بگیرید، مثلا شما اینجا یه نقطه در نظر بگیرید، وقتی رسم کنیم طولش میشه منفی، عرضش میشه مثبت. اینجا همونجور که داریم میبینید توی ناحیه سوم طول و عرض هر دوتا منفی هستن، و توی ناحیه چهارم هم شما نقطه در نظر بگیرید طولش میشه مثبت، عرضش میشه منفی، و به این ترتیب شما میتونید کارتون را انجام بدید. حالا یه بحث دیگه داشتیم، بحث قرینه کردن نقطه ها توی دستگاه مختصات. ما برای قرینه کردن، بذارید دستگاه رو پاک کنم یه دونه دیگه بکشم، فرض کنید این دستگاه مختصات من باشه،
1 2 3 4 منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 اینجا منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 1 2 3 و 4. حالا بچه ها یه نکته شما در نظر بگیرید، ما میخواییم اون رو بیاییم قرینه کنیم. اما وقت من میگم قرینه، شما باید بپرسید قرینه نسبت به چی؟ ما قرینه نسبت به محور طولها داریم، قرینه نسبت به محور عرضها داریم و قرینه نسبت به مبدا مختصات داریم. میخوام قرینه یه نقطه رو نسبت به محور طولها پیدا کنم. فرض کنید یه نقطه من دارم مثل نقطه آ با مختصات 2 و 1. حالا میخوام قرینه‌اش رو نسبت به محور x ها پیدا کنم. قرینه نسبت به x ها. مختصات نقطه من طولش 2، عرضش 1، یعنی اینجا. این نقطه آ هست. برای اینکه قرینه‌اش رو نسبت به این محور طول ها پیدا کنم، کافی از این نقطه من عمود رسم کنم به محور طول ها و به اندازه خودش ادامه بدم. به اندازه خودش که ادامه بدم داره میبینه میفته رو نقطه منفی 1. یعنی این نقطه که اگه مثلا من بگیرمش آپریم با این مختصات میشه. طولش همون 2 و عرضش شد منفی 1. پس اگر یک نقطه رو من نسبت به محور طولها قرینه کنم، طولش تغییر نمیکنه، عرضش قرینه میشه. حالا یه نقطه دیگه در نظر بگیرید مثل نقطه B با مختصات مثلا 1 و 3. این رو من میخوام قرینه نسبت به محور وای ها پیدا کنم. نسبت به وای ها قرینش رو پیدا کنم. طولش 1، عرضش 3. این نقطه میخوام قرینش رو این نقطه B نسبت به محور وای ها رسم کنم. کافیه عمود رسم کنم به محور وای ها و به اندازه خودش ادامه بدم. از اینجا من رسم میکنم به محور وای ها، به اندازه خودش ادامه میدم، میافته اینجا. این میشه نقطه بی پریم. مشخصات بی پریم رو بچه ها ببینید، طولش رو که من رسم کنم میشه منفی 1، عرضش همون 3 هست. پس قرینه نسبت به محور وای ها میشه نقطه بی پریم، طولش شد منفی 1 و عرضش همون 3 مون. پس اگر قرینه یک نقطه رو نسبت به محور وای ها پیدا بکنم، طول قرینه میشه و عرض تغییر نمیکنه. و بالاخره میخوام یه نقطه مثل C رو دارم با مختصات فرض کنید 2 و 2. میخوام قرینه‌اش رو نسبت به محور پیدا کنم. قرینه نسبت به مبدأ میخوام مبدا پیدا کنم. خب من این 2ه، این میشه نقطه C من. برای که قرینه نقطه C رو نسبت به مبدا پیدا کنم، از C وصل میکنم به مبدا و اندازه خودش ادامه میدم. از C وصل میکنم به مبدا و به اندازه خودش ادامه میدم. حالا اینا رو من با خطکش دقیق رسم نکردم، شما دقیق رسم کنید میبینید. خب این نقطه ببینید مختصاتش چی میشه. طولش شد، اگه این روز با سیپریم نشون بدیم، طولش شد منفی 2 و عرضش هم میشه منفی 2. یعنی قرینه نقطه C اگه با سیپریم نشونش بدیم، هم طولش قرینه میشه هم عرضش. و به این ترتیب شما قرینه یک نقطه رو نسبت به محور طولها، نسبت به محور عرضها و نسبت به مبدا میتونید به دست بیارید. دیگه توی بحث مختصات هم حرفی بیشتر از این برای گفتن وجود نداره. یه لحظه به من اجازه بدید. باز بذاریم من یه نگاه بندازم اینجا. میخواییم بریم سراغ یه بردا. باز این دستگاه مختصات رو شما در نظر بگیرید. میخوایم در مورد مختصات یک بردار صحبت کنیم.
بچه ها همینجور که هر نقطه توی دست روی صفحه من در نظر بگیرم یه مختصات داره، همجور که دیدید آ رو در نظر گرفتیم مختصات داشت، بی رو در نظر گرفتیم مختصات داشت، هر برداری هم که شما روی صفحه در نظر بگیرید دارای یک مختصات هست. حالا میخوام ببینیم مختصات بردار رو چجوری پیدا کنه. فرض کنید یه بردار من دارم اینجا، مثلا از این نقطه شروع میشه میاد تا اینجا، فرض کنید این نقطه، نقطه شروعش نقطه آ، نقطه انتهایش هم نقطه بی. من میخوام مختصات این نقطه رو پیدا، این عضو میخوام این بردار رو پیدا کنم. پس الان بس مشخص کردن مختصات بردار هست. برای مشخص کردن مختصات یه بردار بچه ها از نقطه ابتدایی اون بردار شروع میکنیم به صورت افقی حرکت کردن، یعنی حرکتمون اول به موازات محور X ها هست. حرکت میکنیم به کدوم سمت؟ حرکت میکنیم به سمت انتهای بردار. یعنی الان من به صورت افقی هم میتونم به این سمت برم، هم میتونم به سمت شرق برم. خب اگه به سمت غرب برم که هیچ وقت به این انتهای بردارم نمیرسم، درسته؟ باید به سمت شرق حرکت کنم. حرکت میکنم، این خطچین رو ببینید، تا برسم اینجا. حالا که رسیدم به اینجا دوباره حرکتم رو، پس اول حرکت افقی انجام میدم، بعد حرکت عمودی تا برسم به انتهای بردار. حالا ببینم که چند واحد حرکت افقی انجام دادم. بچه ببینید، یک واحد تا اینجا من به موازاتش این پایین دارم، پس سه واحد حرکت کردم. حالا سه واحد مثبت یا منفی؟ بچه ها اگر روی محور افقی من به سمت راست برم مثبته، به سمت چپ برم منفیه. من از آ که شروع کردم به این سمت اومدم، حرکت به سمت راست داشتم، پس میشه مثبت 3. پس الان مختصات بردار آبی تا اینجا طولش شد مثبت 3. حالا ببینید چند واحد حرکت عرضی داشتیم، 1 و 2 واحد. پس 2 واحد هم در جهت محور عرضها حرکت کردیم. حالا 2 واحد بچه ها برای تعیین علامتش، اگه به سمت بالا بریم مثبته، اگه به سمت پایین بیای منفی هست، و چون داریم به سمت بالا میریم پس میشه مثبت 2. پس مختصات بردار آبی مثبت 2 طولش، مثبت 3 طولش و مثبت 2 عرضش هست. حالا یه بردار دیگه اینجا شما در نظر بگیرید، مثلا یه همچین برداری بذارید، مثلا از اینجا حرکت کنیم بیایم تا اینجا، این بردار رو در نظر بگیریم، این بردار، بردار مثلا سی دی. میخوایم این دفعه ببینیم مختصات بردار سی دی چقدر هست. باز از شروعش، از ابتدای بردار حرکت افقی انجام میدم. حرکت افقی میتونم به راست برم، میتونم به چپ برم، ولی وقتی به راست برم دارم از این انتهای بردار دور میشم، من باید به سمت انتهای بردار بیام. پس حرکت افقیم رو انجام میدم تا برسم اینجا، بعد حرکت عمودیم رو هم انجام میدم. حالا ببینم چند بار افقی حرکت کردم. 1. ببینید بچه از کجا میفهمم این عدد اینجاست، تا اینجا 1 واحد، تا اینجا 2 واحد، خب تا خود این 3 واحد، اینجا 3 واحد و اینجا 4 واحد. پس من 4 واحد حرکت کردم. جهتش رو باید مشخص کنم تا علامت 4 معلوم بشه. به چه سمتی حرکت کردم؟ به سمت چپ حرکت کردم، پس میشه منفی 4. پس بردار سی دی میشه منفی 4 طولش، و عرضش بچه ها ببینید 1 واحد رفتم به سمت بالا، چون به بالا رفتم یعنی مثبت 1، پس عرضش میشه مثبت 1. حالا این بردار یه جوری بود که به سمت پایین میومدیم توی عرضها میشد منفی، متوجه شده؟ پس به این ترتیب ما مختصات یک بردار رو هم میتونیم مشخص کنیم. بریم سراغ بردار انتقال. بذارید در مورد جمع متناظر با بردارها هم صحبت کنم. خب بچه ها بعد از اینکه مختصات بردار رو تونستیم پیدا کنیم، پس بذارید من مختصات این بردار رو بالاش بنویسم. مختصات این بردار شد طولش 3، عرضش هم 2.
و مختصات این برداری یعنی سی دی طولش شد منفی 4، عرضش شد مثبت 1. من یه فرمول دارم برای که بهش میگیم جمع متناظر با بردارها. پس در مورد جمع بردارها، جمع متناظر با بردار میخوایم صحبت کنیم. یه فرمول داره بچه ها، همیشه مختصات ابتدای بردار یه جایی بنویسم که حالا اشکال، مختصات ابتدای بردار بله بگه مختصات بردار برابر میشه با مختصات انتهای بردار. ببینیم آیا برای این بردارهایی که داریم این فرمول صرف میکنه یا نه. ببینید داریم میگه مختصات ابتدای بردار جمع بشه با مختصات بردار، باید مختصات انتها رو به من بده. برای بردار آبی میخوام بنویسم مختصات ابتدای بردار، ابتدای بردار نقطه آ، مختصات آ چیه؟ طولش 1، عرضش هم 1 و 1، جمع بشه با مختصات بردار. مختصات بردار رو الان پیدا کردیم 3 و 2 شد. این دوتا که با هم جمع بشن بچه ها، توی جمع بردارها طولها با هم جمع میشن، عرضها هم با هم جمع میشن. 1 به 3 میشه 4، 1 به 2 هم میشه 3. ببینیم حالا آیا این 4 و 3 که پیدا کردیم مختصات نقطه انتهای بردار ما هست یا نه. نقطه انتها چه نقطه B. ببینیم طولش چقدره، از اینجا من عمود کنم میام طولش 4، عرضش هم عمود کنم میشه 3. شما دارین میبینید واقعا این عددی که پیدا کردیم، این مختصاتی که پیدا کردیم مختصات انتهای بردار ما هست. ببینید این مختصات A بود، جمع بسته شد با مختصات آبی. اینا همه مختصات هن، نه خود آ، مختصات آ جمع بسته شد با مختصات آبی، شد مختصات چی؟ بی، نقطه بی. حالا برای این یکی بردارم ببینیم این فرمولمون صدق میکنه یا نه. نقطه شروع ابتدای این بردار نقطه سی هست. نقطه سی ببینیم طول عرضش چقدر. نقطه سی بچه طول 3، عرضش منفی 2. پس اصلا طول 3، عرضش منفی 2 جمع بشه با مختصات بردار. مختصات بردار رو الان پیدا کردیم، منفی 4 و 1. ببینیم آیا چه اول چه عددی میده، بعد این عدد آیا مختصات نقطه انتهایی ما هست یا نه. 3 به علاوه منفی 4 میشه منفی 1، منفی 2 به علاوه 1 هم میشه منفی 1. حالا ببینیم آیا این واقعا مختصات نقطه دی هست یا نه. دی رو نگاه کنیم بچه ها، الان به محور طول ها عمود کنیم، طولش منفی 1، به محور عرض ها عمود کنیم، عرضش میشه منفی 1. بله، پس مختصات سی برای مختصات بردار سی دی به ما مختصات دی رو داد. به این ترتیب شما جمع متناظر با یک بردار رو میتونید بنویسید. خب بچه ها، بحث بعدیمون بحث بردار انتقال. از بحث قبلی مجدداً برمیگردیم، چند تا مثال براتون میزنیم. فعلا در مورد بردار انتقال صحبت کنیم. ما میتونیم توی صفحه یه شکلمون رو بر اساس مختصات یک بردار جابجا کنیم، انتقال بدیم. حالا اون برداری که بر اساس مختصات اون داریم کار انتقال رو انجام میدیم بهش میگن بردار انتقال. این شکل رو ببینید بچه ها، این دستگاه مختصات رو، یه بردار داریم آبی، این بردار مثلا انتقال ما باشه، فرض کنید این بردار انتقال ما باشه. این در حال من یه چیز دیگه اسم بذارم، مثلا بگم MNP. میخوام مثلث MNP رو بر اساس بردار آبی جابجا کنم، منتقلش کنم. بچه ها باید ببینیم بردار آبی داره چی کار میکنه. با
بردار آبی در واقع داره، یعنی اگر یه وسیله ما اینجا، یه مورچه اینجا باشه، این مورچه داره از اینجا حرکت میکنه، میاد میرسه به این انتهای این بردار، یعنی داره یه نقطه رو از ابتدای بردار جابجا میکنه، میاره تا این انتهای بردار. ببینیم چقدر داره جابجا میکنه. برای پیدا کردن اینکه چقدر داره این جابجایی اتفاق میفته، چقدر در جهت افقی، چقدر در جهت عمودی داره حرکت میکنه، در واقع باید مختصات بردار رو به دست بیاریم. پس برای پیدا کردن انتقال یک جسم، یک به قول معروف شکل تحت یک بردار انتقال، من اول باید مختصات اون بردار انتقال رو پیدا کنم. میام مختصات این بردار انتقال رو پیدا میکنم. اول حرکت افقی، از این ابتدا شروع کنم، حرکت افقی ما را انجام میدم تا برسم به اینجا و اینجا حرکت عمودیم رو انجام میدم. حالا ببینم چقدر حرکت افقی داشتم. دو واحد بچه ها حرکت افقی، و چون به سمت راست رفتم پس مثبت دو، و اینجا هم میبینید که از چهار تا دو. دو واحد هم حرکت عمودی، و چون به سمت پایین اومدم منفی دو. پس بچه ها ببینید مختصات این بردار مثبت دو و منفی دو، طولش مثبت دو، عرضش منفی دو، مختصات بردار آبی که همون بردار انتقال من هست. خیلی خوب، حالا به تبعیت از این بردار آبی ما میگیم خب رئیس این بردار آبی هست. حالا هر اتفاقی، هر بلایی که سر این بردار آبی اومده، هر امری که بردار آبی دستور بردار آبی داد، ما باید اطاعت بکنیم. بردار آبی میگه حالا که من دو واحد به راست رفتم، این جسم هم همه نقاطش باید دو واحد برن به راست. بعد چون دو واحد اومدن پایین، پس تمام نقاط این جسم هم دو واحد باید بیان پایین. اما بچه‌ها من برای انتقال دادن این مثلث کافیه سه تا گوشش رو منتقل کنم، بعد دوباره اون سه تا گوشه جدید رو به هم وصل کنم. اگه یه مربع، یه مستطیل، یه لوزی داشته باشم، کافیه چهار تا گوشش رو منتقل کنم. پس کافیه گوشه ها منتقل بشه. اگه پنج ضلعی داشته باشیم، پنج تا گوشه پنج ضلعی رو منتقل میکنیم. خیلی خوب، من میخوام الان ام رو تحت این بردار منتقل کنم. دو واحد باید برم به سمت راست، دو واحد هم بیام پایین. خب ام اینجاست، پس اجازه بدید من یکم این بردارم رو ادامه بدم. اینم پنج. ام من الان بچه انگار روی نقطه سه هست. دو واحد حرکت میدم، یک دو واحد، تقریبا که نباید بیاد اینجا. این دو واحد ببینید، از اینجا تا اینجا یک واحد، از اینجا تا اینجا یک واحد. پس دو واحد اومد به سمت راست. بعد دیگه دو واحد هم باید بیاد پایین. چرا؟ چون بردار آبی دو واحد اومده پایین. پس از اینجا من دو واحد میام پایین، روی چهار بوده، میام پایین، میاد اینجا، تقریبا اینجا میشه. حالا بچه شما خط کش داشته باشید، خب خیلی راحت تر میتونید اینا رو پیدا کنید. اینم یک. دو واحد اومد به سمت پایین، پس دو واحد هم به سمت پایین. این میشه نقطه جدید من، انتقال یافته ام، که من بهش میگم ام پریم. بریم سراغ نقطه پی، ببینیم پی چه اتفاقی داره براش میافته. پی هم این باز تبعیت میکنه از بردار آبی من. بردار آبی دو واحد رفته به راست، اینم دو واحد میره به راست، یک واحد و یه واحد دیگه. ببینید یک واحد، اینجا یه واحد، دو واحد. بعد دو واحد هم باید بیاد پایین. اینجا یه واحد اومد پایین، یه واحد دیگه هم بیاد پایین، میاد اینجا. پس این میشه نقطه پی پریم. بچه ها از کجا متوجه میشن؟ الان ببینید باید تا اینجا بیاد، تقریبا یه ذره بالاتر. شما توی صفحتون با خط کش که کار بکنید، روی یا روی شطرنجی که کار بکنید، خیلی راحت تر هستید. پس این هم میشه نقطه انتقال یافته پی. ام رو هم منتقل کنیم. دو واحد این آبی، دو واحد باید بره به راست، یک، دو واحد میره به راست، دو واحد هم باید بیاد پایین، میاد اینجا. این هم انتقال یافته ای ام هست که با ام پریم نشونش میده. خیلی خوب، حالا کافیه این ستا نقطه جدید رو به هم وصل کنیم. ام پریم رو به ام پریم وصل کنیم، ام پریم هم به پی پریم، پی پریم هم به ام پریم. این مثلثی که شما الان دارید میبینید شکل
رنگ صورتی داره در واقع انتقال یافته مثلث سبز رنگ من هست، تحت چی؟ تحت بردار آبی، تحت فرمان بردار آبی. یعنی الان بردار آبی یه بردار انتقال شد. چرا؟ چون باعث انتقال این مثلث از این جا به این قسمت شد. متوجه شدید منظور از بردار انتقال چیه؟ پس توی بردار انتقال اول میار مختصات اون بردار انتقال رو پیدا میکنی، ببینید بردار انتقال چی فرمان میده. میگه چند واحد به سمت توی افق حرکت کن، به راست برو، به چپ برو، بالا برو، پایین برو، اینا رو مشخص میکنیم. بعد نقاط گوشه های اون شکلمون رو تحت فرمان اون حرکت میدیم. شکل جدیدمون دوباره از رسم کردن این گوشه های جدید به هم به دست میاد. این از بردار انتقال. توی دست بردار انتقال هم ما دیگه خیلی چیزی بیشتر از این نداریم. حالا یه چند تا مثال براتون بزنیم. یه تمرین مروری اون روز که این فصل رو گفتم، تمرینای مروری بهتون گفتم حل بکنید. حالا از اونها یه چند تایش رو اینجا براتون حل میکنم. حالا اینا رو که نگاه میکنم یه چیزایی کم کم یادم میاد. بچه ها حالا این نکته رو هم از سیکشن اولش، از سیکشن مختصات داشته باشیم. هر نقطه که روی محور ایکس ها باشه، هر نقطه مثلا آ روی محور ایکس ها هست، مطمئن باشید آ طول عرضش برابر با صفر. پس هر نقطه روی محور ایکس ها عرض نداره، عرضش صفره. برعکسش هر نقطه روی محور عرض ها طول نداره. یعنی اگه این نقطه بی باشه، مختصات نقطه بی من طولش حتما صفر خواهد بود. یه بار میگم هر نقطه روی محور طول ها عرض نداره، یعنی عرضش صفره. هر نقطه روی محور عرضها هم طول نداره، یعنی طولش صفر هست. این هم از نقطه‌ای که الان توی این تمرین ها دیدم که گفتم یادآور بشم براتون. یه دو تا مثال اینجا هست، بذارید از این مقدارهای ایکس و وای رو گفته پیدا کنید مثال بزنم براتون. گفته مقدارهای ایکس و وای رو در هر یک از تساوی های زیر حساب کنید. یادم نیست بچه ها اینا براتون حل کردم یا نه، ولی فکر میکنم همه رو براتون حل کردم. بذارید یه دو تا برای مرور بیشترمون از داخل متن این کتاب براتون بگم. بچه ها دارم از کتاب کمکی استفاده میکنم برای تمرین بیشتر. بذارید ببینیم چی اینجا داره. مثلا گفته اینجا مقداره در تساوی های زیر مقدار x و y رو پیدا کنید. پس مقدار x و y را پیدا کنید. x منفی 3 علاوه 2 و y مساوی با 5 و منفی 7. از اینجا گفته مقدار x و y رو پیدا کنه. خب بچه ها گفتیم توی جمع مختصات طولها با هم جمع میشن، عرضها با هم جمع میشن. یعنی از اینجا من میتونم این نتیجه رو بگیرم. طولها با هم x به علاوه 2 برابر میشه با طول این نقطه، یعنی 5، و عرضها با هم جمع میشن برابر با این عرض قرار میگیره. منفی 3 به علاوه y برابر میشه با منفی 7. حالا دو تا معادله معمولی دارم. این معادله x به علاوه 2 مساوی با 5، این میشه x سر جای خودش، 5 سر جای خودش، مثبت 2 رو میبرم اون طرف میشه منفی 2. 5 منهای 2 میشه 3. پس از اینجا x شد 3. بعد معادله پایینم y سر جای خودش، منفی 3 رو میبرم اون طرف میشه مثبت 3. یعنی y برابر میشه با منفی 7 به علاوه 3 که میشه منفی 4. پس y هم شد منفی 4. تونستیم x و y رو پیدا کنیم. باز یه مثال دیگه نمونه همینا هم کنیم. باز هم به ما گفته مقدار x و y رو پیدا کنید. میخواییم مقدار x و y رو
پیدا کنید. منفی 7 وای بعدویه منفی 8 5 مساوی با x و منفی 19. خب بچه ها مجددن طول ها با هم جمع میشن برابر با طول، عرض ها با هم جمع میشن برابر با عرض قرار میگیرن. یعنی منفی 7 به علاوه منفی 8 مساوی با x قرار میگیره، y به علاوه 5 مساوی با منفی 19 قرار میگیره. بچه ها ببینید اینجا چون جمع هست من بینشون جمع میذارم، اگه اینجا تفریق بود من بینشون چی میذاشتم؟ تفریق میذاشتم. حواسمون به این علامتی که بین اینها هست خوب باشه. خیلی خوب، از اینجا که منفی 7 به علاوه منفی 8 میشه منفی 15، پس x شد منفی 15. و از اینجا هم y رو سر جای خودش نگه میداریم، منفی 19 سر جای خودش، مثبت 5 میره اون طرف میشه منفی 5، میشه منفی 24. پس y شد منفی 24. پس به این ترتیب شما میتونید x و y رو از این معادلات پیدا کنید. یه نمونه سوال دیگه ببینیم، صورتش رو بهتون بگم. اگر آب باشه 2 و 1 و بی باشه منفی 3 و منفی 2، حالا گفته مختصات آبی و بی آر مشخص کنید. بچه ها یه نکته رو بهتون بگم، توی بردارها آبی با بی آر فرق میکنه. توی یک خط، یک پاره خط، یادتون هست گفتیم یک پاره خط اگه ما داشته باشیم، مثلا این آبی، چی بگیم؟ آبی چی بگیم؟ بی آر، چون سر و ته نداره. ولی برای بردار که به این شکل هست، سر و ته داره، ابتدا و انتها داره، دیگه خیلی مهمه ما بگیم آبی یا بی آ. آبی همیشه این نقطه شروعه، ابتداست و این نقطه انتهاست. یعنی آبی این بردار، شروعش آب، انتهاش بی. بی آ یعنی ابتداش بی، انتهاش آ میشه. یعنی این از اینجا، اگه نقطه B باشه این نقطه A باشه، به این ترتیب میشه، این میشه B A. حالا به ما A رو داده، B رو داده، گفته یه بار مختصات AB رو پیدا کنید، یه بار مختصات B A رو پیدا کنید. خب بچه ها از همون جمع متناظر با بردار میخوایم مختصات AB رو پیدا کنیم. من یه بار این فرمولش رو مینویسیم، گفتیم مختصات ابتدای بردار به علاوه مختصات بردار برابر میشه با مختصات انتهای بردار. خب مختصات ابتدای بردار بچه ها چیه؟ میخوام در مورد آبی صحبت بکنم. الان ابتدای بردار ما آر، پس مختصات ابتدا یعنی نقطه 2 و 1، به علاوه مختصات آب بردار. من بردار آبی مختصاتش نمیدونم چیه، با x و y نشونش میدم. بچه ها نمیتونید بگید x و x، x طولشه y عرضشه، ممکنه طول و عرضش با هم متفاوت باشه، پس یکیشونو با x یکیشون با y، مثلا یکیشون با m یکیشون با k نشون میدید، دوتاشونو با یه حرف نباید نشون بدید. برابر میشه با مختصات انتهای بردار. الان توی آبی انتهای بردار من b هست، پس میشه منفی 3 و منفی 2. من اینا رو طول ها رو با هم جمع میکنم، برابر با طول یعنی 2 به علاوه x برابر شده با منفی 3. عرض ها با هم جمع میشن یعنی 1 به علاوه y برابر شده با منفی 2. خب دخترا از اینجا x و سر جای معادل است دیگه، x و سر جاش دور میبرم اون طرف، چون مثبته میشه منفی، منفی 3 منفی 2 که میشه منفی 5، پس x شد منفی 5. و از اینجا هم y رو دوباره سر جای خودش نگه میداره، منفی 2 هم سر جای خودش، 1 مثبت میره اون طرف میشه منفی، میشه منفی 3، پس y هم شد منفی 3. یعنی بچه ها مختصات بردار آبی
که من با x و y نشون دادم شد xش منفی 5 yش منفی 3. این از بردار A, B. حالا میخوام مختصات بی آر رو پیدا کنم، بعد شما با هم ببینید که اینا چه تفاوتی با هم دارن. مختصات بی آر رو من با این صورتی پیدا کنم، باز تو همین فرمول جایگزین میکنم. مختصات ابتدای بردار برای بی آر، ابتدای بردار من چیه؟ بی. پس من مختصات بی رو مینویسم، هست منفی 3 منفی 2 به علاوه مختصات بردار. من این دفعه بردارم و این دفعه قبل x و y نشون دادم، این دفعه مثلا m و n نشون میدم که با x و y قاطی نکنید. مساوی با مختصات انتهای بردار. انتهای بردار من این دفعه چیه؟ r. r هست 2 و 1. معادلش رو بنویسم، منفی 3 به علاوه m مساوی شده با 2، منفی 2 به علاوه n مساوی شده با 1. خب از اینجا بچه ها m میشه منفی 3 میره اون طرف میشه مثبت 3 میشه 5، و از اینجا n سر جای خودش منفی 2 میره اون طرف میشه مثبت 2 میشه 3. پس مختصات BA شد، طولش m بود m شد 5، عرضش n بود شد 3. حالا چه تفاوتی بین بی آ و آبی هست؟ آبی شد منفی 5 و منفی 3، بی آ شد 5 و 3. بچه آیا قبول دارید آبی و بی آ؟ آبی یعنی این بردار، مثلا اینجا آ اینجا بی، بی آ یعنی این بردار، اینجا بی اینجا آ. این دوتا بردار نسبت به هم چجوری هستن؟ قرینن دیگه، ببینید هم راستا هستن، هم اندازه هستن، اما جهتاشون فرق میکنه. پس آبی و بی آر دوتا بردار قرینه هستن. حالا مختصاتشون چجوری شد؟ آیا قبول دارید مختصاتشون هم قرینه یا هم دیگه هست؟ یعنی مختصات آبی یا به عبارتی مختصات بی آر برابر هست با منفی مختصات آبی. این رو هم ما برای دو تا بردار قرینه داریم. دو تا بردار قرینه بچه‌ها مختصاتشون هم قرینه همدیگه هست. مثلا به من میگن مختص بردار CD دارای این مختصاته، مختصات 4 و منفی 5. حالا شما مختصات بردار DC رو پیدا کنید. خب بچه من متوجه میشم که CD و DC قرینه هم هستن، یعنی اگه این مثلا بردار CD باشه ابتدای C انتهاش D، یه بردار دقیقا هم راستای اون هم اندازه اون ولی خلاف جهتش میشه بردار DC، درسته؟ پس CD و DC قرینه هم هستن، مختصاتشون هم قرینه میشه، یعنی مختصات DC در واقع قرینه مختصات CDه. این که مثبته میشه منفی 4، این که منفیه میشه مثبت 5. یعنی الان با نکته ای که یاد گرفتیم به راحتی ما میتونیم مختصات بردارهای قرینه رو از روی همدیگه پیدا کنیم. خب ببینیم دیگه چی داریم. یه سوال دیگه گفته، گفته اگر آ این صورت رو چون نداری دارم براتون می نویسم. اگر آ با مختصات 3 و منفی 7 و آ بی با مختصات 6 و منفی 17 آ و بی باشد، شما مختصات B رو پیدا کنید. B را پیدا کنید. باز بچه ها از همون فرمول جمع یک بردار. مختصات ابتدا، مختصات ابتدا. ابتدای بردار آبیه. ابتداش آه.
انتهاش بیه. مختصات ابتدا یعنی آ سه و منفی هفت، به علاوه مختصات بردار آبی یعنی شیش و منهای هفته برابر میشه با مختصات انتها که من با ایکس و وای نشون میدم. انتها یعنی همون نقطه بی. خیلی خوب، از اینجا سه به علاوه شیش میشه ایکس، منفی هفت به علاوه منفی هفده میشه وای. خب سه و شیش که میشه نو، و از اینجا وای منفی هفده و منفی هفتم که میشه منفی بیست و چهار. پس مختصات بی برابر میشه با طولش، نو عرضش منفی بیست و چهار. این هم از مختصات نقطه بی. یعنی بچه ها ممکن توی صورت سوال مختصات ابتدا رو بدن، بردار رو هم بدن، مثل اینجا انتها رو بخوان. ممکن مختصات ابتدا و انتها رو بدن، مختصات بردار رو بخوان، مثل سوال قبل. ممکن مختصات بردار و انتها رو بدن، ابتدا رو بخوان. شما تو همون فرمولی که داره جایگزین میکنید و به دست میارید. چیز سختی نیست. خب بچه ها، من دیگه فکر میکنم خیلی اینجا چیزی توی این فصل نداشته باشیم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. امروز که این فیلم برای شما نمایش داده میشه روز چهارشنبه است، صبح چهارشنبه است، زور شما جلسه پرسش و پاسخ دارید. بچه ها لطفا سوال های مربوط به فصل هشتم، یعنی فصل بردار و مختصات و فصل نهم رو برای من بنویسید. من همه رو دوباره میخونم و یادداشت میکنم. یه جلسه دیگه داریم برای فصل مرور فصل نهمتون. توی اون جلسه اگه تونستم سوالاتون رو همه رو پاسخ بدم که این کار رو انجام میدم. اگه نه، از خانم وزیری خواهش میکنم یه تایم دیگه، یه جلسه دیگه به من بده، رفع اشکال این دوتا فصل رو هم با هم دیگه داشته باشیم. هرچند به نظر من این فصل و فصل بعدی فصل های خیلی خیلی ساده ای هستن، بعید به نظرم میاد اشکال چندانی داشته باشید. ولی هرچی اشکال دارید بگید که میخوام دیگه خیالم از بابت این فصل ها راحت باشه. خب دختره عزیزم، من اینجا این جلسمون رو تموم میکنم. مواظب خودتون باشید. روزهای شبهای قدر، روزهای شهادت حضرت علی و حالا این ایام مبارک رو در پیش رو داریم. ازتون التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.